سلام، وقت شما بخیر. به اخبار امروز سه‌شنبه 23 اسد مصادف است با 13 آگوست از دای کندی تیوی خوش آمدید. اگر از چینل یوتیوب بیننده هستید ویدیو را لایک کنید تا با دیگران نیز شریک شود. شهردار طالبان در نیلی نصب پرچم این گروه را بر مارکت ها و دکان ها اجباری کرده است. شهردار طالبان در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی نصب پرچم این گروه بر فراز مارکت ها و دکان ها را اجباری کرده است. این اداره در اطلاعیه گفته است که به مناسبت 24 اسد کسب کاران، مارکت داران و دکانداران نیلی مکلف هست که از ساعت 10 امروز سه‌شنبه 23 اسد بر فراز مارکت ها و دکان هایشان پرچم 1 متری طالبان را نصب کند و در صورت نداشتن این پرچم 1 متر پارچه سفید را نصب کند. شهردار طالبان در نیلی هشدار داده است که مارکت ها و دکان هایی که پرچم این گروه را نصب نکند برای 3 روز مهر و لاک و شخص متخلف حق شکایت ندارد. فردا 24 اسد سومین سال روز سلطه طالبان بر افغانستان است. طالبان این روز را رخصتی عمومی اعلام کرده و قرار است از آن تجلیل کند. در 24 اسد 14400 دولت افغانستان فرو پاشد و طالبان پس از 20 سال دوباره بر قدرت رسیدند. درگیری در تورخم، اصابت هاوان به یک خانه جان دو عضو یک خانواده را گرفت. منابع امنیتی در تورخم میگوید که پس از آغاز درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی یک مرمی هاوان شلیک شده از سمت پاکستان به یک خانه مسکونی در این منطقه اصابت کرده و در نتیجه اون دو عضو یک خانواده کشته شدند و یک عضو دیگر اون زخمی شده است. یک منبع امنیتی به دایکندی تیوی گفته است که این خانه مسکونی در روستای غورکی قرار داشته است و کشته شدگان یک مادر با کودکش است. او افزوده است که در درگیری میان دو طرف هنوز جریان دارد و طالبان نیروهای بیشتری را از شهر جلال آباد به سمت تورخم اعزام کرده است. به گفته این منبع نیروهای طالبان یک پاسگاه نیروهای پاکستانی را تخریب کردند و طالبان و مقامهای پاکستانی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. طالبان و نیروهای پاکستانی پیش از این نیز بارها در تورخم با هم درگیر شده بودند. طالبان در پنجشیر 20 نفر از افراد بومی خود را برکنار کرده است. منابع در ولایت پنجشیر میگوید که طالبان 20 نفر از اعضای بومی خود را در این ولایت برکنار کرده است. به گفته منابع این افراد وابسته به مولوی قدرت الله امینی، والی قبلی پنجشیر و والی فعلی ولایت پروان هستند و طی 2 سال گذشته در صفوف نیروهای پلیس طالبان جذب شده بودند. یک از منابع میگوید که طالبان از افراد بومی خود خواستند که سلاح‌هایشان را ثبت کند، اما با گفته منبع برخی از این افراد سلاح ندارد. این منبع اضافه کرده است که طالبان که به دلیل بی‌اعتمادی و برخی از افراد بومی خود را در پنجشیر سلاح نداده است. با گفته منبع اکثر نیروهای پلیس طالبان در پنجشیر باشندگان این ولایت هستند و به عنوان سرباز، ضابط و افسر کار میکنند. یک منبع افزوده است که طالبان به افراد بومی خود گفته است که در صورت که تاییدی به دلگیری را ندارند باید سلاح داشته باشد و سلاح خود را ثبت کند، اما اگر سلاح ندارد به این معناست که در گذشته در صفوف طالبان نجنگیده و تاییدشان هم نادرست است. این گروه پیش از این هم برخی از افراد بومی خود را در ولایت پنجشیر کنار گذاشته بود. طالبان در پنجشیر با مقاومت مسلح روبرو شدند و این امر به دلیلی بی‌اعتمادی این گروه به افراد بومی اش دانسته می شود. فرمانده ملک یکی از فرمانده های تاجک تبار در پنجشیر بود که در ابتدا با طالبان همکاری کرد، اما پس از مدت علیه این گروه سلاح برداشت و او و افرادش در تابستان 1401 توسط طالبان کشته شده بود. سقوط رنجر طالبان به دره در فاریاب جان یک عضو این گروه را گرفته است. منابع محلی در ولسوالی کوهستان فاریاب میگوید که در پی سقوط رنجر حامل اعضای طالبان
بعد در رأی یک عضو این گروه جان باختند و دو نفر دیگر زخم برداشته است. با گفته منابع این رویداد عصر روز گذشته دوشنبه 22 مرداد در روستای کلنه ولسوالی کوهستان اتفاق افتاده است. یک منبع محلی گفته است که رنجر محافظان فرمانده پلیس طالبان در کوهستان به دلیل بی احتیاطی از جاده منحرف و به در را سقوط کرده است. به گفته منبع در این حادثه یک عضو گروه طالبان به نام عبدالحق باشنده روستای غنده سنگ ولسوالی پشتون کد این ولایت جان باخته و دو عضو این گروه زخم برداشته است. بی احتیاطی اعضای طالبان در گذاشته نیز منجر به حوادث مرگ بار شدند که از خود این گروه و شهروندان قربانی گرفته است.